سلام خانم دکتر عزیز. یک زن 35 ساله هستم. حدوداً 3 سال هست که از همسرم جدا شدم. یک پسر 14 ساله دارم. پسرم 2-3 روز در هفته نزد من می آید. همیشه از دوران بچگی به در آغوش گرفتن و لمس موهای من عادت داشت. اما الان در این سن باز به همان کارها ادامه می دهد. همیشه از من آغوش و بوسه می خواهد و من احساس می کنم لذت آغوش مادرانه برایش تبدیل شده به لذت جنسی. بارها در مورد حریم خصوصی و اندامهای خصوصی با او حرف زدم، اما خیلی توجه نمی کند. حتی به من می گوید کاش تو دوست دخترم می شدی. واقعا نمی دانم باید چه کار کنم که از این فاز بیرون بیایم. یعنی مجبورم از آغوش مادرانه محرومش کنم؟ خیلی ایمیل مهمیه. خیلی خیلی حساسه. ایشون 4 سال جدا شده. معنیش اینه که تا 10 سالگی این بچه دائما در آغوش مادر بوده. درسته؟ چون 4 سال جدا شدن دیگه. بله درسته. خب. قابل توجه همه مامانها و باباها. حواس مامانها و باباها باشه که کودک از بعد تولدش نباید در بغل پدر یا مادر بخوابه. یعنی شب تا صبح منظورمه. آغوش پدری، آغوش مادری بسیار ضروریه. نوازش پدری و مادری بسیار ضروریه. ولی فرزندان، کودکان از بعد تولدشون اگه سبد تو همون سبد خودش اول بخوابه وقتی نوزاده، بعدش هم که یه خود بزرگتر میشه تو تخت خودش، اگرم اتاقی خونه ای ندارن، یه دونه اتاق فقط دارن حتی، یا یه آپارتمان یه خوابه دارن، تخت کودک باید جدا بشه از تخت پدر مادر. کودک بعد از همون کودکی استقلالش رو بیاموزه بدون که میتونه تنها بخوابه. این برای روحیه کودک بسیار مهمه، چون بهش استقلال میده و separation anxiety یا استراب جدایی هم بهش نمیده. ولی متاسفانه اکثر مامانا، من جمله همین مامان گل، بچهشو از همون کودکی، پسر بچهشو تو بغل خودش خوابونده و این پسر عادت کرده، آغوش مادری رو عادت کرده. متاسفانه واقعیت اینه که 70% مغز جنین در شکم مادر قسمت سکشوالشه که رشد میکنه و بعدش هم که به دنیا میاد با مکیدن سینه مادر یا شط و شیشه شیر بیار و یا با خوردن حس لذت تغذیه روح، روان و جسمم بهش میده و وقتی که بوی مادر دائما در استشمام فرزند، مخصوصا پسر، فرقم نمیکنه وقت، ولی مخصوصا جنس مخالف، و بعد همیشه این مادر در آغوش گرفته این پسر رو، این پسر معتاد آغوش شده، معتاد بوی مادر شده. پسر بچه معمولا توی سن از 3-4 سالگی به اون طرف کم کم یه حس سکشوالش هم داره تقویت میشه باهاش و کم کم اون حس کنجکاویش هم بیشتر داره رشد میکنه. هی به حالت تناسلی خودش نگاه میکنه، به حالت تناسلی مادر نگاه میکنه، پدر چه فرقایی با هم دیگه دارن و خیلی وقتا دست میزنه به سینه مادر. یه حرکت‌های شیطنت‌های کنجکاوی اینجوری هم انجام میده. ولی اگر این همینطور ادامه پیدا بکنه، سینه مادر، نفس مادر، بعد بوی مادر، یک اعتیاد جنسی، جسمی، روانی به کودک میده و کودک دیگه یاد میگیره دائما برای امنیتش باید در آغوش مادر باشه. بعد پسر بچه از همون کودکی وقتی هیجان زده بشه آره، تناسلیش بیدار میشه، اصلا توی همون از نوزادی هم شروع میشه، کم کم هی بیشتر و بیشتر میشه، در صورتی که جنسی نیست، اکسایتد هیجان زده میشن بیدار میشه، ادرار داشته باشن بیدار میشه، خوشحالن بیدار میشه، ولی کم کم جنسی میشه. 5-6 سالگی جنسی هم میشه ولی ارضای بالغی رو ندارن، فقط یه حسای سویت جنسیه. بعد پسر بچه مثل دختر بچه نیست، پسر بچه آلای تناسلیش میره تو، هیچی معلوم نیست، بعد یه دفعه میاد بیرون. مثلا من یکی از کلانتام مراجعینم میگفت من پسرم خیلی ترسیدم ازش، فکر کردم یه خود خل شده، چون میدونم میره تو توالت با خودش صحبت، و
بعد دیدم داره با آلت تناسلیش صحبت کنه، میگه قرار کردی رفتی تو قرار نکن دوباره بیا بیرون. فهمیدم که داره با آلت تناسلیش صحبت میکنه. اینا دنیای تخیلات کودکه. کودک نباید تو آغوش پدر، یا اگه دختر تو آغوش پدر تا صبح بخوابه. خطر چیه حالا؟ دختر بچه به فرض وقتی که میخوابه در بغل پدر، مرد ها میدونی که یکی از تخصصهای من سایکوسکشوال تراپیه، آقایون هر 90 دقیقه به 90 دقیقه آلت تناسلیشون در خواب بیدار میشه بدون اینکه اصلا متوجه شده باشن خودشون، هیچ خودشون قصد در این قضیه ندارن. و اگر این اگر دختر بچه با پدر خوابیده باشه، یه همچین حس بسیار ترسناک ناهم جنسی به دختر بچه میده. شادی من یه صدا میشنوم. بله، تلفنی دارن زنگ میزنن و تلفن چون به دستگاه وصله دارن زنگ میزنن. شما بفرمایید من الان قطع میکنم. باشه عزیزم. الان ما قطع میکنیم که اگر خواستین از فکر کنم اومدن رو خط که رو خط صحبت کنم. خواهش میکنم. من برای همین الان جواب میدم. شما بفرمایید. میخواین این تلفنتون شما جواب بدید من ادامه میدم بعد. شما بفرمایید من الان باهاشون صحبت میکنم. باشه. شما کارتون رو کنید من ادامه میدم. و اگه برای دختر بچه باشه، خب دختر بچه خیلی ترسناکه، دختر بچه کودک نوجوانه تو بغل پدر خوابیده، یه دفعه میبینه آلت تناسلی پدر بیدار شد، شدیداً احساس تجاوز جنسی ممکنه بکنه یا احساس جنسی ممکنه پیدا بکنه، ناامن میشه. همین حال روز برای پسر ممکنه بیفته، پسر ناخودآگاه آلت تناسلیش تو خواب بیدار میشه، مادر یه دفعه احساس بکنه پسش بزنه، یه دفعه احساس چندش بهش دست بده، یا اینکه خود پسر یه دفعه احساس ناامنی شدید میکنه که وای مامان من نکنه الان فکر کنه که من احساس جنسی بهش داشتم، یا اینکه مثلا کم کم مادر رو لخت میبینه، یه دفعه احساس جنسی ممکنه برای پسر 10 12 14 ساله به وجود بیاد. اینا مسائل خیلی جدیه که ربطی به مذهب نداره. شما همه عزیزان تا اونجایی که منو شناخته باشی، من اصلا صحبتام نه مذهبی و خرافی و سنتی نیست، من علمی دارم صحبت میکنم، از زبانشناسی قرن 21 دارم صحبت میکنم. حتما لخت مادرزاد، ببین در کشورهای اسکاندیناوی لخت مادرزاد هم میشن، یه چیزی طبیعی شده، یا این نیچریستا اینا دائما جلوی بچه هاشون لخت هستن، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی توی محیطی هستن که همشون این مدلی هستن، هیچ من هم ایرادی ندارم. اوکی، اگه اینجوری هستن هیچ، این مشکلات هم خیلی کمتر به وجود میاد. ولی در جوامعی مثل جوامع ما که انقدر دختر و پسر هست و انقدر بکن نکن و حروم و انقدر ممنوعات هست و قدغن ها هست، این مسئله خیلی مهمه. حتی در دنیای غرب، حتی در انگلیس هم همینطور. یعنی این حرف من حتی برای دنیای غرب هم هست، نه اسکاندیناوی نه نیچریستا. دختر بچه و پسر بچه وقتی که توی سنایی میرسن، به خاطر اون حس جنسیشون ممکنه یه احساسای جنسی به حتی پدر یا مادر یه لحظه‌ای ممکنه یه وقت پیدا بکنن، و این خیلی خیلی تو روحیه خودشون تاثیر بدی میذاره. حالا برگردیم سراغ این کیس خودمون. الان 4 ساله تو مادر جدا شدی از همسرت و 2-3 روز پسر شما میاد. الان پسر شما 14 سالشه. شما رو با از کودکیش زن خودش میدید، مامان خودش میدید، دوست دختر خودش میدید. اینا از کودکی با شما اخت پیدا کرد که این عمومیه. اصولا بچه ها میگن من میخوام زن بابام بشم، من میخوام مامانم زن من باشه. ولی این مرحله گذرا، ولی متاسفانه تو برای پسر شما گذرا نیست، هنوز مانده. شما باید حتما متوقف کنین این مسئله روش. وقتی میاد شما رو ببینه، شما بغلش کن، هیچ اشکالی نداره. سینه شما نباید به سینه همسر به دو پسرتون، و خودتون رو باید یه مقدار جدا کنین. سرش رو بذار روی زانود، نازش رو بکش، اگر دوست داره به موهای شما دست بزنه، موی شما رو داره دست میزنه، ولی بیشتر از این نباید. این آروم آروم باید متوقفش بکنی، برای اینکه اگر شما پسرتو متوقف نکنی، احساس بد گیلت یا احساس گناه شدید پیدا میکنه در آینده، اگر هنوز نکرده باشه. احساس میکنه چقدر کثیفه، چقدر پسر بدیه که مادر به مادرش احساس جنسی داره.
این احساس خیلی احساس بدیه برای شخصیتش، برای آیندش، برای اینکه یه احساس گناه و به وجدان ناراحت رو همیشه باید با خودش هم بکنه. شما باید این مسئله رو متوقف بکنی. عشق مادری رو خیلی زیاد بهش بده، قرب و صدقش هم خیلی زیاد برو، نازش هم بکش، ولی هرگز تو رخت خواب شما نباید بخوابه. اگر هم رو مبل نشستیم نباید طوری بغلش بکنی مثل دوتا معشوق. خیلی جدی باید بهش بگی مادر، من مادر تو هم، تو بچه منی، کاش که تو زن من بودی. نه مادر، این حرف رو اصلا دوست ندارم بشنوم. من مامان تو هم، من زن تو نیستم، من مامان تو هم. و تو هم به زودی در آینده دوست دختر خودتو میگیری، زن آینده میری، درستو میخونی، کارتو میکنی، همسر خودتو. این طرز، این صحبت رو مادر نکن. من دوست ندارم این صحبت رو بشنوم، کاش که تو زن من بودی. چون شما رو الگو کرده برای خودش، میخواد زن آیندهش مثل شما باشه. فاید، هیچ اشکالی نداره، ولی تو ماچه، بیش از حده. هرگز از نوازش معقول، هرگز از ابراز عشقت بهش کم نکن، اما هرگز دیگه اجازه نزدیکی جسمی بهش نده. مواظب باش، چون این بچه است که خیلی آسیب میخوره و شما هم احساس خیلی بدی میگیری که پسرت بهت احساس جنسی داشته باشه. حواسمون باید خیلی جمع باشه، چون در آینده این بچه خیلی بیشتر آسیب میخوره به خاطر همین نزدیکی بیش از حدی که به شما پیدا کرده. و یه پرانتز در آخر، همه مامانا که و باباها که صدای منو میشنون، لطفاً تا صبح بچه‌تون رو بغل خودتون نخوابونین. تمنا میکنم ازتون، چون شخصیت بچه رو، جنس رو، سکشوال بچه تاثیر میذاره. بچه خیلی زود احساس جنسی پیدا میکنه. نکنین. سپاسگزارم بانو.